به نام خدا، دروغه، نمیتوانم حقیقت را بگویم. آیا جرأتش را دارم کل این داستان را برایتان تعریف کنم؟ این سوالی است که حتی الان که دارم این کلمات را تایپ میکنم هم از خودم میپرسم. روزها و لحظاتی که ذهنم درگیر سوالات و اگرهای متفاوت است، از خودم میپرسم چطور میخواهم تمام این اتفاقات را توضیح دهم؟ چطور میتوانم این داستان را برایتان تعریف کنم؟ صادقانه بگویم دوست ندارم تعریفش کنم. دوست دارم آن را به صورت یک راز در دل خود نگه دارم و آن را با امید به اینکه کمتر آزارم دهد پنهان کنم. اما بعد متوجه می شوم که وقتی چیزی را پنهان می کنیم، قدرت ترس و منفی نگری را دروغ را افزایش می دیم. نمی خواهم این اتفاق بیفتد، این اجازه را نمی دهم. دوست دارم به شدت در مورد تجربیاتمان صادق باشیم. آیا تجربه‌ای که داشتیم روی انتخاب‌هایمان هم تأثیر داشته است؟ مطمئن نیستم. اما با صادق بودن درباره آنچه برای خانواده‌مان اتفاق افتاده، ممکن است بتوانیم به سایر خانواده‌هایی که می‌خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول کنند کمک کنند. و این هدف به من از نوشتن این فصل است. امیدوارم آنقدر شجاعت داشته باشم که بتوانم آن را در این کتاب جای دهم، چون بعد از تمام صداقتی که تا به اینجا با شما داشتم برای تعریف کردن و نوشتن این فصل دچار تردید شدم. اما تعریف میکنم. وقتی پسرم فورد را باردار بودم، تصمیم گرفتم روزی سرپرستی یک دختر بچه را به عهده بگیرم. به عنوان یک مسیحی، وظیفه ماست که از بچه های یتیم، بیوه ها، مظلومان مراقبت کنیم. اینها فقط کلمات انجیل نیستن، اینها اصول ایمان من هستن. بنابراین شروع به بررسی گزینه های ما کردیم. تصمیم گرفتیم سرپرستی کودکی از کشور دیگر را بر عهده بگیریم. دلیلمان ترس از رویارویی با والدین اصلی کودک بود. آن موقع درباره خیلی از مسائل ساده لوح بودیم و اطلاعاتی نداشتیم، اما می ترسیدیم والدین واقعیش یک روز برگردند و بچه را از ما بگیرند. به این نتیجه رسیده بودیم که اگر فرسنگ ها با آنها فاصله داشته باشیم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در نهایت انتخاب ما به اتیوپی ختم شد. بیاد دارم از کارهای اداری، آزمایش های خون و بررسی های خانه حساب خسته شده بودم. نمیدانستم تازه اول راهی قرار داریم که قرار است نصف یک دهه طول بکشد. بنابراین بدون داشتن یک چشم‌انداز واقعی، نقشه کشیدم و رویا بافتم و منتظر خبر آژانس مورد نظر ماندم تا ما اطلاع دهند کم کم نوبت ما نزدیک می شود. 2 سال در لیست انتظار ماندیم. اواخر سال دوم بود که خبر رسید اتیوپی برنامه سرپرستی کودکانشان را متوقف کرده و آژانس از ما خواست سراغ کشور دیگری برویم. شوکه بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم. انتخاب کشور دیگر به معنی شروع مجدد بود. کارهای اداری جدید، ملاقات جدید، لیستای انتظار جدید. مطمئن بودم خداوند ما را به سمت اتیوپی هدایت کرده و باور داشتم اگر ایمان داشته باشیم، راهی برایمان باز خواهد کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم در برنامه یوتیوبی بمانیم تا دوباره آغاز به کار کنند. اما هر ماه از طرف آژانس ایمیل دریافت میکردیم هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. اداره دولتی که مسئول واگذاری کودکان است هنوز تعطیل میباشد، خبری نیست. 6 ماه بعد آنها واگذاری کودکان به آمریکا را کلا متوقف کردند. شوکه شدم. اگر خدا ما را به این سمت هدایت کرده بود و اگر همه تلاش و درد و ترس هیچ نتیجه نداشته، پس هدف از این همه انتظار چه بود؟ تمام رویاهایی که برای سفر به آفریقا و دیدن دخترمان داشتم به نظرم احمقانه آمد. برای اولین بار از خودم پرسیدم آیا این اتفاق دوباره و دوباره در طول چند سال بعد تکرار خواهد شد؟ آیا دوباره باید برای به سرپرستی گرفتن یک دختر بچه تلاش کنیم، یا باید به خاطر داشتن 3 پسر فوق‌العاده شکرگزار باشیم؟ آیا باید تسلیم و منصرف شویم؟ ذاتاً آدمی نیستم که تا مدت‌ها با مشکلی که برایم پیش آمده سر کنم. علاوه بر این آدمی نیستم که تسلیم شوم. شروع کردم به دعا کردن و تحقیق و جستجو روی اینترنت که بدانم باید چه کار کنم. شاید میبایست از داخل آمریکا بچه‌ای را به سرپرستی میگرفتم. شاید در اتیوپی در بسته خورده بودیم، چون از ابتدا قرار بود دختر بچه‌ای را از خاک آمریکا به سرپرستی بگیریم که آن موقع هنوز به دنیا هم نیامده بود. این جواب به نظر درست میومد. بنابراین بیشتر تحقیق و بررسی کردم.
هرچه بیشتر تحقیق میکردم بیشتر قانع میشدم که باید از پرورشگاه کودکی را به سرپرستی بگیرم. ما سراغ اتیوپی رفته بودیم چون آنها در زمینه تعداد کودکان بی سرپرست دچار بحران شده بودند و فکر میکردیم میتوانیم کمکی هرچند کوچک بکنیم. پرورشگاه هم همان حس را برایم داشت. کودکان بسیاری در لس آنجلس بودند که احتیاج به عشق و مراقبت داشتند و هر دوی آنها به وفورد در خانه ما پیدا میشد. در لس آنجلس قبل از ورود به برنامه سرپرستی کودکان باید تا چند وقت چند بچه مراقبت کنی. ابتدا نگران تاثیر این روند بر خانواده و بر پسرهایمان بودیم. بعد تصمیم گرفتیم آنها را با این واقعیت آشنا کنیم و با آنها نشان بدهیم که چطور میتوانیم به سایر خانواده هایی که به ما احتیاج دارند کمک کنیم. بنابراین ما شروع به کار کردیم. آنچه آن موقع نمیدانستیم این بود که این پروسه چقدر میتواند دشوار باشد. نمیدانستیم باید از نوزادی مراقبت کنیم که به شدت بیمار بود و حتی خود مؤسسه هم از نیاز شدید او به دارو و درمان خبر نداشت. نمیدانستیم 3 روز بعد از دریافت نوزاد تماس خواهند داشت و التماس ما میکنند که از خواهر 2 ساله‌اش مراقبت کنیم. نمیدانستیم در عرض چند روز قرار است از یک خانواده 5 نفره به یک خانواده 7 نفره تبدیل شویم. دلیل قرار ملاقات های تنظیم شده با والدین اصلی آنها که از برخی جهات خودشان هم هنوز بچه بودند درک نمی کردیم. شخصا فکرش رو نمی کردم وقتی بعد از 3 ماه دخترها از خانه ما به جای دیگر منتقل شوند تا آن حد حالم بد شود. بعد از رفتنشان کلی گریه کردم و فکر میکردم ماها طول خواهد کشید تا برای سرپرستی با ما تماس بگیرند. 34 روز بعد تماس گرفتند. در محل کارم پشت سیستم نشسته بودم که ایمیلی از مددکار اجتماعی من دریافت کردم. عنوان ایمیل این بود: دوقلوها. هرگز پیشبینی نکرده بودیم که ممکن است بچه های دوقلو نصیب ما شوند. اصلا برای 2 تا بچه ثبت نام نکرده بودیم، اما از آنجایی که قبلا مراقبت از 2 دختر را قبول کرده بودیم باید انتظارش را می داشتیم. اطلاعات زیادی درباره 2 قلوها به ما ندادند. می دانستیم که 3 روزند و مادرشان آنها را در بیمارستان رها کرده و ما فقط 30 دقیقه زمان برای تصمیم گیری داشتیم. با نگرانی تلفنی با هم صحبت کردیم. 2 قلوهای تازه متولد شده، آیا با وجود از دست دادن 2 دختر قبلی آمادگی پذیرش 2 دختر دیگر را داشتیم؟ مدت‌ها برای داشتن دختر دعا کرده بودیم و بالاخره مددکار اجتماعی تماس گرفت و بزرگترین بلای زندگیمان را گفته بود. آن شب بعد از 4 سال انتظار برای گرفتن سرپرستی به سختی خوابمان برد. سالها مشغول انتخاب اسم برای 2 قلوها بودیم. آنقدر هیجان داشتیم که روزی برای تحویلشان رفتیم نتوانستیم ذره غذا بخوریم. در بیمارستان فکر میکردم تا بچه‌ها را با خود به اتاق بیاورند از انتظار مریض خواهم شد و بعد آنها را آوردند. کوچک، زیبا، دوست داشتنی. انقدر با داشتن آنها فکر میکردم خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم. آنها را با خودم به خانه بردم و تا چند روز نتوانستیم بخوابیم. چون خب معلوم است چون 2 نوزاد تازه متولد چطور در خانه داشتیم. اصلا برای من مهم نبود. آن روز شادترین روزهای عمر من بود. 4 روز بعد ساعت 10 شب پلیس در خانه من را زد. چه صدای وحشتناکی و شوکه کننده بود. تعجب کرده بودم که آن وقت شب زنگ در خانه زده شده و فکر کردم شاید بسته پستی باشد. زنگ در نیمه شب زده شده بود. اولین فکری که به ذهنم آمد این بود که کره بادام زمینی را که سفارش داده بودم آوردن. این تختر خاطره ای است که دارم و آن را با عنوان آخرین باری که درباره گردش روزگار ساده لوحانه فکر کرده بودم به حساب می آورم. کسی که زنگ زده بود فدکس نبود. 2 مأمور پلیس بودند که میگفتند تلفنی ناشناس دریافت کردند و اطلاع دادند که ما با 2 دختری که قبلا از آنها مراقبت میکردیم بدرفتاری داشتیم. در حالی که 1 شورت بلند با قلب‌های کوچک رویش پوشیده بودم در ایوان خانه ایستاده بودم. ذهنم از بی‌خوابی خسته بود و برای فهمیدن حرفایشان خیلی تلاش کردم. طی 1 چند روز بعد متوجه شدم این اتفاق در سیستم پرورشگاه متداول است. چون خطوط دریافت گزارش بدرفتاری با کودکان ناشناس است و شماره افراد مشخص نمی شود و همه می توانند تماس بگیرند و هرچی دوست دارند بگویند. هر کسی می تواند از روی کینه و خصومت شخصی این کار را بکند تا به خانواده تان ضربه بزند تا توجه بقیه را از روی خودشان بردارند یا میلیون ها دلیل دیگر که ترجیح میدم بهشان فکر نکنم. تا 1 چند روز از دستشان عصبی بودم، اما عصبانیت کاری از پیش نمی برد. مهم نیست چه کار کرده یا چه حرف زده باشیم، به هر حال راه فرار نداشتیم. تلفنی مثل این تحقیقات و بازجویی های فراوانی را به دنبال دارد.
اجازه بدهید وقفه کوتاه داشته باشم و بگویم بازجویی در چنین مواقعی ضروری است. البته که هست، بدرفتاری با کودکان جرم بزرگ و نابخشودنی است. و اگر سیستم آن رسیدگی نکند، چطور میتوان از بچه های پرورشگاه حمایت کند؟ این را در مرحله بازجویی متوجه شدم. در مرحله دیگر از بازجویی باید در اتاق می‌نشستم و به صحبت‌های مأمور سازمان کودک و خانواده گوش می‌کردم که از پسرهایم می‌پرسید آیا پدر یا مادرتان وقتی خیلی خیلی عصبانی می‌شد یکدیگر را کتک می‌زدند یا آیا تا به حال توسط آنها مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. سعی کردم به خاطر بچه‌هایم قوی باشم. سعی می‌کردم در حالی که یک نوزاد 8 روزه در بغل داشتم لبخند بزنم و پسرهایم بگویم اشکال نداره عزیزم، صادقانه جوابشون رو بده. وقتی پسر اتاق رو ترک کردن، در حالی که داشتم مدارکی رو برای سازمان کودک خانواده امضا می‌کردم، به آرامی گریه کردم. مدارکی که به آنها اجازه میداد پسرهایم رو برای آزمایشات پزشکی، بررسی مدارک آموزشی و پرسیدن سوالات بیشتر همراه خود ببرند. وردی که تمام مدت در ذهنم تکرار می شد این بود که من کسی هستم که خانواده‌ام رو وادار کردم بچه‌ای را به سرپرستی بگیریم. من خانواده‌ام را به دست این سازمان نابود کردم. تمام تلاشم را کرده بودم فرزندانم اون درد و رنجی را که من در زمان کودکی تجربه کردم احساس نکنند. اما خودم این بلا را سر خانواده‌ام آورده بودم. دیگر عقلم به جای خط نمی‌داد. در مورد عواقب این اتفاق بسیار خوشخیال بودم. فکر می‌کردم بدترین اتفاقی که ممکن است پشت سر بگذاریم درد و سختی‌هایی است که بچه‌ها در پرورشگاه متحمل شدند. هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که به خاطر انجام کار خیرخواهانه به این سادگی مورد حمله و اتهام قرار خواهیم گرفت. می‌دانستیم که این اتهام غلط است و ما بیگناهیم، اما نتیجه نهایی غیر قاطع اعلام شد، نه بیگناه. چطور می‌توانند از بیگناهی ما مطمئن باشند وقتی بر اساس یک تهمت کار می‌کنند و با بچه‌هایی که هنوز کم سن و سال هستند مصاحبه می‌کنند؟ این سیستمی نیست که در آن تا زمانی که گناهکار شناخته نشده‌ای بیگناه بمانی. این سیستمی است که در آن گناهکاری تا زمانی که رأی غیر قاطع صادر شود. در طول این مدت عده زیادی روی شبکه‌های اجتماعی می‌پرسیدند که چرا انقدر لاغر شدم. می‌خواستم بدانند رژیم غذاییم چیست تا آنها هم امتحان کنند. لاغری به خاطر 4 هفته بازجویی توسط سازمان حمایت از کودکان بود که طی آن در خانه می‌نشستیم. شخصیتمان زیر سوال می‌رفت و می‌پرسیدند آیا تا به حال انقدر ناراحت بوده‌ای که به خاطرش فرزندانت را کتک زده باشی؟ مطمئنید خانم هالیس؟ خوب فکر کنید، شاید شدیداً ناراحت و عصبی بودید این کار را کردید. به ندرت غذا می‌خوردم، نمی‌توانستم بخوابم مگر با قرص خوردن. تمام این اتفاقات وقتی افتاد که دوقلوهای تازه متولد شده را داشتیم و بعد در میان این کابوس درد و سردرگمی متوجه شدیم که دخترها اصلا برای واگذاری نبودند. پدر واقعیشان آنها را می‌خواست. مشخص شد که او از ابتدا آنها را می‌خواست، اما حرفی به ما نزده. بله، دخترها در پرورشگاه بودند و به جای برای ماندن نیاز داشتند، اما فقط تا زمان رسیدن زمان دادگاهشان. توجیه مددکار اجتماعی برای نگفتن این اطلاعات به ما این بود که خیلی خوب، به هر حال این دخترها را میتوان به سرپرستی گرفت به شرط آنکه که پدرشان کنار بکشد. دلیلش غیر قابل قبول بود و حالم را به هم زد، اما صادقانه بگویم نمیتوانستم حتی او را در این اتفاق مقصر بدانم. نمیتوانستم تصور کنم در طول یک هفته پرونده چند کودک روی میزش قرار میگیرد. حتی نمیتوانم تصور کنم او در تلاش برای پیدا کردن خانه و سرپناه برای چند کودک است. بنابراین وقتی دوقلوهای تازه متولد شده سر از پرورشگاه درآورده بودند و او نتوانسته بود برایشان خانه‌ای پیدا کند، بعدها متوجه این موضوع شدیم. آن موقع به یاد خانواده خوبی افتاده که تجربه نگهداری از دو دختر را در یک زمان داشتند. آیا شما نبودید که گفتید آنها رها شده بودند، اما چیزی درباره خانواده واقعیشان نگفتید؟ چون می دانستید که ما آنها را قبول نمی کردیم، جایی برای رفتن نداشتند. آیا به خاطر داشتن دو نوزاد 3 روزه آسیب پذیر از خانواده که قوی و غنی هستند سوء استفاده نکردید؟ این دقیقا همان چیزی بود که برای ما اتفاق افتاد. دنبال واژه‌ای می‌گردم تا با آن بلاهایی که به سرم آمد رو توصیف کنم، اما نمی‌توانم واژه‌ای پیدا کنم. بعد از 4 سال انتظار برای سرپرستی دو دختر دوقلو با ما تماس گرفتند. آن تماس جواب 4 سال دعا کردن من بود، اما خیلی زود همه چیز به هم ریخت. وقتی آنها را از ما گرفتن، احساس کردم به ما خیانت شده. احساس کردم فریبمان دادن. احساس کردم تمام وجودم را بردند. احساس کردم تمام وجودم نابود شده.
اما در نهایت انتخاب خودمان بود که اجازه دهیم آنها را ببرند. می توانستیم با نگه داشتن دو قلوها موافقت کنیم، اما باید درخواست 9 ماه یا 12 ماه یا 18 ماه پرورشگاه را امضا می کردیم که با اجازه دادگاه 2 ساعت بتوانیم بچه ها را ببینیم و 3 بار در هفته با پدر واقعیشان ملاقات کنیم و امیدوار باشیم که سرپرستیشان را به ما واگذار کنند. نمی توانستیم چنین کاری بکنیم. این کار درست نبود. و یا اینکه می توانستیم از این روش استفاده کنیم، اما قلب من تکه تکه شده بود و باور و اعتمادم به این سیستم کاملا از بین رفته بود. با خودم جنگیدم. هر روز هفته با خودم می جنگیدم و دنبال یک راه حل می گشتم. شاید اما اگر آنها، شاید پدرشان، بار پدرشان. من حتی با خدا هم می جنگیدم بیش از هر کس دیگری. چرا این اتفاقات افتاد؟ چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته ایم؟ چه کار کرده بودیم که حقمان چنین چیزی بود؟ چه بلایی سر دو قلوها می آید؟ دخترهایی که من برایشان اسم انتخاب کردم و ساعتها آنها را در آغوشم در اتاق راه می بردم، در حالی که سیستم پرورشگاه مشکل داشت. اتیکس با آن چشمهای درشت و بر راغش چه می شود؟ الیوت چطور؟ او که کوچکتر بود و به بغلهای بیشتری احتیاج داشت، خدایا چه بلایی سرشان خواهد آمد؟ گریه می کردم، آنقدر گریه می کردم که چشمهایم مدام باد کرده بود. وقتی دخترها را بغل می کردم گریه می کردم. وقتی برای بغل کردن دخترها دو دل می شدم و به خودم هشدار می دادم به کسی که قرار نیست با تو بماند وابسته نشو، گریه می کردم. وقتی تصاویر زنانی که تازه مادر شده بودن روی اینستاگرام می دیدم گریه می کردم. تا چند هفته قبل از آن فکر می کردم تبدیل به یک خانواده بزرگ شدیم. بعد از تمام این اتفاقات من و دیو به شدت احساس تنهایی کردیم. هیچ کس درک نمی کرد چه دوران سختی را ما پشت سر گذاشتیم. آیا اگر به بقیه می گفتیم متهم به جرمی شده بودیم که از خانواده ما به دور است باور می کردن؟ آیا کسی می توانست حس و حال ما را بعد از آن که شخصی ناشناس از روی کینه توزی ما را در این مخمصه وحشتناک انداخته بود درک کند؟ آیا کسی که این داستان را می خواند سرش را تکان می دهد و می گوید به هر حال وقت سراغ پرورشگاه می روی چیز جز این نصیبت نمی شود؟ آشفتگی بزرگ و سختی بود که تمامی نداشت. حتی بعد از رفتن دو قلوها هم باید مورد بازجویی قرار می گرفتیم، چون ماجرا فقط به بچه‌ای که از پرورشگاه گرفته بودیم ختم نمی شد. موضوع این بود که آیا ما صلاحیت نگهداری از هر بچه دیگری از جمله فرزندان خودمان را داریم یا نه. از آنجایی که خانه سوابق پزشکی، سوابق تحصیلی و دوستان و همکارانی که می توانستند ما را به عنوان والدین نمونه تایید کنند در اختیار مامورین گذاشته بودیم، هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعای ساختگی آن فرد ناشناس به دست نیامد. با این حال تجربه دردناکی بود. آنقدر بد و شوکه کننده که انگار از ما سوء استفاده شده بود. هفته ها مورد حمله و اتهام قرار گرفته و در شوک زندگی کرده بودیم. از نوشتن این داستان می ترسیدم. برای گفتن این داستان دو دل بودم. چون هنوز هم باور دارم بچه های پرورشگاه نیاز به حمایت و مراقبت دارن. فکر می کنم اگر واقع گرایانه به موضوع نگاه می کردیم می دانستیم که این گونه ادعاهای ساختگی امر رایج است که ممکن است اطلاعات اشتباه در مورد بچه ها دریافت کرد، که بدون توجه به حس نیت شما قلبتان ممکن است تا حدی خارج از تصورتان بشکند. فکر میکنم اگر از ابتدا ما را در جریان همه چیز میگذاشتن آن همه ضربه نمیخوردم و غمگین هم نمیشدم. شاید میتوانستم خودم را آماده کنم، شاید میتوانستم بر اساس اطلاعات آنها تصمیمی درست بگیرم. شاید همان کلمه ایست که تمام روز من را گرفتار خودش کرده بود. در میان تمام دردها و سوالات و سردرگمی ها باید تصمیمی بزرگ میگرفتیم. آیا باید دوباره برای به سرپرستی گرفتن بچه تلاش میکردیم؟ به من میگفت قطعا نه. او به من میگفت قطعا نه. غریزه‌ام به من میگفت قطعا نه. پرورشگاه و سیستم های بین المللی جایی نبودن که بخواهیم دوباره امتحانشان کنیم. بنابراین تنها راهی که باقی میماند این بود که مستقل عمل کنیم. دیو از ابتدا موافق این روش بود، اما من فکر میکنم بچه های پرورشگاه و بچه های بی‌سرپناه در کشورهای دیگر نیاز بیشتری به خانه و خانواده دارند. حالا او از من میخواست درباره این روش تصمیم بگیرم و لازم بود تا هرچه زودتر تصمیمم رو بگیرم.
یکی از سخت‌ترین مراحل به سرپرستی گرفتن بچه مدت زمانی است که به طول می‌انجامد. بنابراین می‌دانستم که برای از دست ندادن شانسم باید راه جدیدی را هر چه زودتر آغاز کنم. ملاقات‌های خانگی، آزمایش خون، درخواست‌ها، پر کردن سطح فرم. این کارها زمان برد و متأسفانه هیچ کدام از آنها از دفعات قبل قابل انتقال نبودند و باید از پله اول شروع می‌کردیم. علاوه بر این ما اطلاعی درباره این روش نداشتیم و نمی‌دانستیم از کجا باید شروع کنیم. آیا باید سراغ یک شرکت خصوصی می‌رفتیم؟ آیا باید وکیل می‌گرفتیم؟ همه چیز برای ما دلهره‌آور بود، خصوصاً بعد از تمام سختی‌هایی که دفعات قبل کشیده بودیم. نمی‌توانم توصیف کنم که چقدر در این مدت همسرم فوق‌العاده عمل کرد. اگر از اکثر زوج‌هایی که دنبال سرپرستی گرفتن بچه بودند بپرسید، می‌گویند که ایده مختلف سرپرستی که این کار از طرف خانم خانواده بوده. از نظر آمانی مرتا ابتدا به جنبه‌های مختلف سرپرستی فکر می‌کنه. مطمئناً استثناءاتی وجود دارد، اما اکثر اوقات خانم‌ها این پیشنهاد را می‌دهند. این من بودم که پیشنهاد به سرپرستی گرفتن دختری از خارج از کشور را دادم و بعد باز همین من بودم که از دیو خواستم از طریق پرورشگاه القا کنیم و زمانی که من ناامید بودم دیو می‌خواست به پیشنهادش فکر کنم. گفتگویی با هم داشتیم برای همیشه در ذهنم خواهد ماند. در حیات پشتی جایی که بچه‌ها صدای ما را نمی‌شنیدند گریه می‌کردم، در حالی که او برای رویای دختردار شدن ما می‌جنگید. بله سخت است، اما ریچل، نمی‌توانیم از رویایمان دست بکشیم فقط به این خاطر که رسیدن به آن سخت است. مهم نیست چقدر زمان ببرد، ما بالاخره دختردار خواهیم شد. زمان هر طور شده میگذرد، ما نباید تسلیم شویم. این دیو بود که دنبال یک وکیل متخصص در این زمینه میگشت. این دیو بود که باید دوستان و همکاران و مطب پزشکان تماس میگرفت تا راهنمایی بگیرد که کجا باید برویم و از کجا اقدام کنیم. این دیو بود که وقتی داشتم اولین پیشنویس این فصل را مینوشتم، روی زمین نشسته بود و در اولین روز تعطیلاتش کاغذها و نامههای اداری را در اطرافش پخش کرده بود تا مدارک مورد نیاز برای آژانس سرپرستی کودکان را آماده کند. سرپرستی مستقل بیش از تمام اقداماتی که قبلا انجام داده بودیم برای ما ناامید کننده بود. در این پروسه مادر نوزاد انتخاب میکند که چه کسی سرپرستی فرزندش را بر عهده بگیرد و این یعنی بین هزاران زوج در سراسر کشور رقابت وجود دارد. علاوه بر این اگر مادری پیدا میشد که ضوابط و معیارهایش با ما یکی میشد، وکیل من تماس میگرفت و میخواست تا با یک غریبه تماس بگیریم و عجیب و غریبترین گفتگوی ممکن را داشته باشیم. در دو ماه اول 3 بار این اتفاق افتاد. فکر میکنم خوشبین بودن من باعث شده بود که در آن مدت کوتاه 3 شانس و 3 فرصت داشته باشیم. اما در حقیقت چون میخواهم با شما کاملا صادق باشم میگویم آن 3 فرصت برای من بسیار دردناک بود. میدانم نباید امیدم را از دست میدادم، اما غیر ممکن بود که هنگام صحبت با مادر اصلی بچه هیجان زده نشوم. تاریخ تولد او را میشنیدم، به داستانی که مادرش تعریف میکرد گوش میدادم و با خودم فکر میکردم خدای من، اگر این همان دختری باشد که آرزویش را داریم چه می شود اگر تا آوریل دختردار شده باشیم. وقتی مادرش ما را انتخاب نکرد، از اینکه امیدوار بودم احساس حماقت کردم. به خودم می گفتم اگر تمام این کارها بیهوده باشد چه؟ ما فقط داریم وقتمان را هدر می دهیم. این راه دردناک به جای ختم نمی شود. آیا بالاخره دختردار خواهیم شد یا نه؟ آیا هنوز هم باید دنبالش باشیم یا نه؟ نمی دانستم و ناراحتیم. آیا این ناشکری نبود که با داشتن 3 پسر زیبا که بقیه خانواده ها آرزویش را دارند باز هم ناراحت بودم؟ توی حمام می نشستم و انقدر گریه می کردم که مغزم پر از این سوالات می شد که هیچ وقت برایشان جوابی پیدا نکرده بودم. آنچه ما را سر پا نگه می داشت ایمانم بود. گاهی اوقات ایمانم کم می شد، مثل یک نخ باریک که به سختی می توانستم خودم را به آن بند کنم، اما از بین نمی رفت، نخ پاره نمی شد. آن صدای آرام وادارم می کرد دوام بیاورم و ادامه بدهم. خدا در گوشم زمزمه می کرد فقط 1 قدم دیگر. دیو می گفت فردا روز بهتری خواهد بود و من بارها به خودم یادآوری می کردم یک روز دخترم را در آغوش خواهم گرفت و می فهمم چرا برای این همه داشتنش صبر کردم. در طول ماه‌ها انتظار ایمانم را حفظ کردم، اما قدم‌هایم به اندازه 5 سال پیش که این راه تازه شروع کرده بودیم استوار نبود، محکم نبود. قدم‌هایم با احتیاط و نامطمئن بود. کورکورانه در راه قدم برمی‌داشتم که قادر به دیدنش نبودم، اما تصمیم گرفتم رو به جلو حرکت کنم، چون می‌دانستم در حین درد کشیدن قوی‌تر می‌شوم. می‌توانستم به جایش به 5 سال گذشته یا به کل مسیری که بدون هیچ نتیجه‌ای پشت سر گذاشته بودیم نگاه کنم و عصبانی شوم. از بحران بچه‌های بی‌سرپرست در داخل و خارج از کشور خبر داشتم. زمان و پول و دعای من را برای کمک در راهی گذاشتیم که قبلا در زندگی ما وجود نداشت. به همین خاطر ایمانم را حفظ کرده بودم.
مقدر شده بود که 4 دختر کوچک را بشناسیم و با آنها عشق بورزیم و حتی با وجود آن که دیگر آنها را نمی‌دیدیم زندگیمان را به خاطرشان بهتر شده بود، چون یک زمانی با هم یک خانواده بودیم. به همین خاطر ایمانم را حفظ کرده بودم. پیوند زناشویی‌مان قوی‌تر شد. وقتی آن همه سختی را با هم پشت سر بگذارید یا شما را قوی‌تر می‌کند یا از هم جدا می‌کند. من و دیو در انبوهی از کارهای اداری و مصاحبه و آزمایشات خون و سوالات بی‌شمار غرق شده بودیم. بعدها یاد گرفتیم که چطور از نوزادها با تمام دردسرهایشان تا دو قلوهایی که تمام شب گریه می‌کردند مراقبت کنیم. ما با هم گریه کرده و خندیده بودیم و در حالی که بیشتر از هم به هم نزدیک شده بودیم قویتر و جسورتر از دل این دوران بیرون آمده بودیم. به همین خاطر ایمانم را حفظ کرده بودم. می توانم مثال‌های بیشتری از اتفاقات خوبی که در نتیجه آن دوران سخت به وجود آمد بیاورم که به من انگیزه تلاش دوباره دادند. به همین خاطر به تماس گرفتم با مادرانی که می‌خواستن سرپرستی نوزادشان را واگذار کنن ادامه دادم، حتی با وجود ناامیدی بعد از آدم موفقیت. به همین خاطر بدون آن که بدانم او کیست یا چقدر زمان می‌برد تا ملاقاتش کنم، همچنان برای دخترمان دعا می‌کردم. با وجود همه سختی‌های راه، اما راه را باز هم پذیرفتم، حتی سخت‌تر از قبل. این فیلم برای صفحه آقای نوید داریا از کتاب خودت باش دختر تهیه شده است. ممنونم که تماشا کردید.